معرفی کنن. فکر کنم این دفعه اول آخرش باشه سر. آفاق جان خیلی خوش اومدید. من چون میدونم هر چی گفت حسین درست بود، اصلا دیگه جواب نمیخوام بدم. عرضم به حضورتون که من مطمئنم توی قسمت پرسش و پاسخ مسئله اینکه چرا این موضوع رو انتخاب کردم مطرح خواهد شد، ولی چون دلم میخواد بریم سر اصل صحبت، اون رو فعلا فاکتور میگیریم و بعد انشالله بهش بر میگردیم. من فکر کنم حدود یه ساعت بتونم این رو یه جوری جمع‌بندی کنم و من میدونم چون بعد از صحبت من سوال و پرسش زیاد خواهد بود، سعی میکنم که در واقع وقت به اندازه کافی بذاریم که بتونیم صحبت کنیم. ببینید یه مسئله رو مطرحه، مسئله این که این قدمت هم داره، از غرب شروع میکنیم، از یونان باستان، قرن پنجم قبل از میلاد مسیح که در حقیقت دوران طلایی آتن معروف هست بهش، یه مسئله، یه پرسش بسیار جالبی مطرح میشه از طرف سوفسطائیان، the sophists، که در مقابل سقراط، ساکرتیس، یه پرسشی رو مطرح میکنن. همجور که میدونین سقراط بر این باوره که حقیقت و واقعیت یکیست و مطلق، اصلا ربطی به فرهنگ و ربطی به جامعه و ربطی به هیچ چیز دیگه ای نداره، یک چیز مطلقه، یک چیز تمام شموله و اصلا و ابدا هیچ تکثیر یا کسرتی درش وجود نداره. در مقابل این بینش، بینشیست که بینش سوفسطائیان، سوفیستاست، اینا میگن که نخیر اینجوری نیست، ما رفتیم تمام دنیا رو گشتیم، ارادت ما رفتیم گشتیم، مصر رو رفتیم، پرژیا رو رفتیم، ایران رو رفتیم و شهرهای متفاوت یونان رو دیدیم، هر شهری، هر فرهنگی رسوم و آداب مخصوص خودشو داره و واقعیت یا حقیقت یک چیز نیست، میتونه چند تا چیز متفاوت باشه. من این سوال رو مطرح میکنم چون به نظر من بحثی که امروز میکنیم در کل این سوال رو ممکنه یک جواب مشخصی بهش بده، و اگر اینجور باشه، یعنی اگه سقراط درست میگه و افلاطون درست میگه، حقیقت و واقعیت یکیست و بنابراین نمیتونه در ایران، در آمریکا، در هند، جای دیگه، چه مسائل اجتماعی، چه مسائل سیاسی، چه مسائل حقوقی، چه مسئله اون که ما واقعیت یا حقیقت میگیم با هم تفاوتی داشته باشه. این قرن پنجم قبل از میلاد مسیح در یونان، جایی که مربوط میشه به بحث امروز ما، من میخوام برگردم اینو برسونم به قرن بیستم یا بیست و یکم. صحبتی است به عنوان صحبت پست مدرن یا پست مدرنیته، و این صحبت یک بحث کاملا جدیدیه. این بحث از روایت‌های متفاوت صحبت میکنه و میگه که واقعیت یا حقیقت یا اون چیزی که ما باور میکنیم حقیقیه یا واقعی است، اصلا و ابدا نمیتونه مطلق باشه، ساختار روایت هایی است که در هر فرهنگ، در هر جامعه گفته میشه، این روایت ها کم کم راه خودش رو پیدا میکنه، جا میفته، نهادینه میشه و بعد به عنوان حقیقت مطرح میشه و بعد ما باور میکنیم که این حقیقته. یعنی دوباره برمیگردیم قرن 21، این مسئله از طرف پست مدرنیته مطرح میشه که شما نگاه کنین به روایت ها یا داستان هایی که مثلا واسه بچه هاتون شب میخونین، مثلا داستان سیندرلا، مثلا داستان رستم و سهراب، مثلا داستان چیزایی که تقریبا اسطوره شده، مثلا داستان هزار و یک شب، علاءالدین، بله زنده، این داستان ها، علی بابا. ببینید این داستان هایی که میگیم به قول نیچه بیگناه نیستن، هدفمند این داستان ها به وجود اومدن. این صحبت پست مدرنیته، من نمیخوام وارد بحث فلسفیش بشم، اما قبل از در حقیقت این حرکت فلسفی در
و کانتیننتال هم هست، یعنی به اروپا و بعد به آمریکا هم کشیده شده. خیلی هم مطرحه، خیلی هم مطرحه، الان هم مطرحه. قبل از این حرکت یا جنبش، یه جنبش دیگه هست به نام ساختارگرا، استراکچورالیسم. من این چون ربط به کار خودمون داره الان اینو خیلی خلاصه میگم. من اول نمونهشو بهتون میدم بعد تعریفش میکنم. همه ما تقریبا از فروید خبر داریم و تئوریای فروید، از تئوریای مارکس هم تقریبا کم و بیش همه باخبر هستن. من این دوتا رو چون همه میدونن به عنوان مثال میزنم. این رو به عنوان یک بینش ساختارگرایی از نظر متدولوژی و روش شناسی یا شناختی مطرح میکنن، به این معنا که هم فروید و هم مارکس. من با مارکس شروع میکنم. مارکس میگه که هر چیزی که ما در نماد جامعه میبینیم، مثلا سیاست، مثلا فلسفه، مثلا دین، مثلا هنر، هر چیزی رو که در جامعه ما میبینیم در واقع نمادش رو تجربه میکنیم، این چیزی به جز روبنا نیست. زیر این یه سیستمی است که اونو بهش میگه زیربنا. این زیربنا ساختار واقعی تمام پدیده‌های نمادین جامعه است. یعنی هیچ کدوم از اینا خود به خود به وجود نیامدن. ادعای مارکس اینه که چیزی که باعث میشه این زیربنا به وجود بیاد در حقیقت مالکیته. مالکیت و مسائل اقتصادی و حتی از اونم مهمتر تولید غذا در هر جامعه‌ای باعث میشه که یک روشی اتخاذ کنه که مالکیت رو به وجود بیاره، حالا چه کارگر و کارفرما باشه، چه رعیت و ارباب باشه، چه برده باشه و خدایگان مستر و اسلیو باشه، فرق نمیکنه. این رو مطرح میکنه. من کاری به بحث مارکس ندارم، کاری به متد مارکس دارم. این به عنوان پارادایم یا بهترین کیس ساختارشناسی مطرح شده. دلیلش هم خیلی ساده است. ببینید چی میگه. میگه اونی که نمادینه، اونی که ما میبینیم، اونی که تجربه میکنیم، فلسفه، سیاست، مذهب، هنر، همه اینها وابستگی داره به تولید غذا و رابطه‌ای که بین تولید هست. بنابراین اونی که روبنا هست زایده زیربناست. حالا چی میگه؟ میگه در این چیزایی که شما میبینین، مثلا هنر، دین، فلسفه، سیاست، شما فکر کنین یه حالت آنارشی وجود داره، هیچ به هم نمیخوره، اینا ربطی به هم نداره، فکر کنین اینا جداست. بعدم وقتی هم فکر میکنین جدا نیست، ربطی نمیدین به مسئله اصلی که باعث وجود اینها شده. یعنی در حقیقت میگه یه سیستمی وجود داره و اینی که ساختارگراها این رو باور دارن که یک ساختاری است که در نهایت یکسانه. یعنی روم، مصر، ایران، انگلستان، آلمان، من جوامع به اصطلاح پیشرفته صنعتی رو میگم، تا مثلا چین، این شاملش میشه. اگر این رو قبول کنیم بعد دیگه واقعیت و حقیقت نه تنها سیستماتیک هست، یه سیستمی هست، بلکه یکسانه. یعنی این به همه، در واقع به همه جوامع میتونه تسری پیدا کنه. بله، حالا این ساختار رو اگر ساختار رو نگاه کنید، میگه این ساختار تمام جوامع. نگاه کنید ببینید چه جامعه‌ای دسترسی به آب داشته، زمین حاصلخیز داشته، مثلا شکار داشته، ماهیگیری داشته، بعد میفهمین که این روابط چجوری به وجود اومده. وقتی روابط به وجود اومد، اینا به وجود میاد. یعنی متوجه میشین که ساختار حالا شد چی؟ ساختار یعنی این که اون چیزی که فکر میکنین، اونی که هست نیست، یه چیزی زیرشه که پنهانه و این پنهانه یه سیستمی داره. این سیستم یه ساختاری داره و این ساختار یونیورساله، تمام همگانیه، عمومیه، جهانیه. خب فروید هم میگم خیلی خلاصه، فروید هم همینو میگه از نظر متدولوژی و ساختارشناسی. میگه چی؟ میگه که مسئله ایگو و سوپر ایگوی رو که مطرح میکنه اینه که
من چون میخوام فقط از نظر ساختاری نه از نظر در حقیقت کانتنت صحبت کنم، یه مسئله خیلی جالبی رو میگه. میگه ببینین شما وقتی، من چون اینو همه متوجه میشن، یعنی این سر ما خودمون اومده، شما یه غلط لفظی میگین، یا مثلا اسم یه نفر رو اشتباهی میگین، مثلا من به مهندس شیرازی میگم دکتر شیرازی، مثلا ممکنه به حسین بگم که استاد، یا یه موقع به جای استاد بهش بگم پرستار. فروید میگه این اتفاقی و تصادفی نیست، این ها اونم ممکن اشتباه باشه. میگه که این تصادفی به وجود نمیاد، ما یه چیزایی رو ریپرس کردیم، یه چیزی رو سرکوفتگی در خودمون ایجاد کردیم و پنهان کردیم. یه مرتبه مثلا دیدین شما یه نفر، این خیلی مشخصه، بعضی موقع میبینین که مثلا اونایی که معشوقه دارن یا چند تا معشوقه دارن، زنم دارن، اسمهای متفاوت رو صدا میزنن، اینو اونو صدا میزنن، یعنی بعد یه مرتبه خودشون رو کات میکنن که چجوری. اونایی که میخندن خودشون رو لو ندن. خلاصه ببینین مسئله، من ساختار رو فقط میخوام مشخص کنم، ساختار و ساختار، این مسئله استراکچرالیست اینه، میگه که ساختار ذهن یعنی روان، یعنی سایکی یا روان انسان، این ساختار روان انسان هم همین جوریه، یه چیزایی رو ما پنهان زیره و با سایکوتراپی یا سایکوانالیسیس ما این که زیره رو میاریم رو. مثلا من از دست پدرم عصبانیم یا از دست مادرم عصبانیم، یه جور دیگه بروز میده، یا مثلا مادرم منو زده، پدرم منو اذیت کرده، خالم منو تجاوز کرده، بعدن یک چیزای دیگه ای دارم ببین اینایی که میخندن، فروید میگه اینایی که میخندن یه مسئله ای دارن خودشون. متوجه؟ نه آره، عرضم به حضورتون که خلاصه مطلب، آره خلاصه مطلب، من فقط میخوام این لغت ساختارشناسی رو بگم و بریم سر اصل قضیه. متوجه شدین پس قضیه ساختارشناسی چیه؟ یعنی اونی که به نظر میرسه نظم نداره، اینی که تصادفیه، اینی که من اشتباهی یه چیزی رو میگم، اینها اصلا و اصلا از نظر فروید تصادفی نیست، یه ساختاری زیرشه که در حقیقت ریپرس شده، یه سرکوفتگی یا مثلا یک عواملی باعث شده که ما اینو نخواهیم باش ناکامی داشته باشیم، برای فراستریشن ولی ریپرشن در حقیقت، این رو سرکوب شده، این رو چجوری بیاریم توی آشکارا و باش در حقیقت روبرو بشیم. این روبرویی ممکنه ما رو به یه جایی برسه که یک خودآگاهی بده، یعنی اونی که انکانشسه، اونی که زیر هست بیاد رو و ما بتونیم باهاش تقابل کنیم و آگاهانه این رو بپذیریم، باهاش دیل کنیم. این مسئله ساختارش مواجه، بله این مسئله ساختارشناسیه. راجع به این اگه پرسشی هست بگید. یعنی من این لغت استراکچورالیسم رو مطرح کردم چون این خیلی بحث مطرحیه، ربطی هم به صحبت ما داره همجور که میبینین. الان من میخوام برم سر اصل قضیه. یک، پس اینو متوجه شدین که اونی که آشکار هست ممکنه اصل قضیه نباشه، ممکنه یک چیزای زیر باشه که این زیربنا در حقیقت کلید فهم و درک مسائل رو خواهد بود. بهترین مثالی که راجع به این، یه مثال دیگه هم میزنم، این مثالم خیلی گویاست، مسئله خود زبانه، یعنی زبانم در حقیقت همینه. شما میگین سارا بابا آب داد، مامان نان داد، این جمله یا روایتی که میسازین از مامان و نان و داد خارجه، یک استراکچر، یک ساختاری در زبان هست، اون ساختار کلید فهم اون روایته. مثال میزنم، مثال فکر کنید مثلا یه کسی از کره مریخ میاد یه متن فارسی رو پیدا میکنه، این متن فارسی رو ممکنه بعدها بفهمه، یعنی کلید این زبان رو باعث یاد بگیره، مثلا اینکه زبان از راست به چپ نوشته میشه، مثلا اینکه فعل آخر جمله میاد. خب اینا تصادفی نیست،
یعنی در حقیقت این ساختارشناس یا ساختارگراها به زبون هم به زبان و اینم میگن که ببینید یه ساختاری زیر این هست، این رو سیستم رو اگه بفهمین همه رو درک میکنین. حالا برمیگردیم به سر اصل صحبتی که در حقیقت مطرح بایستی بشه یا تبلیغ شده راجع بهش. یک انتروپولوژیست یا انسانشناس فرانسوی هست اسمش کلاود لوی استراوس هست، این بسیار آدم معروفیه و یکی از شاخصترین در حقیقت یکی از پیشگامان این مسئله استراکچرالیسته که از مارکس استفاده کرده و بعد این رو در انتروپولوژی پیاده کرده. یک بحثی راجع به اسطوره شناسی، ادعاش اینه که اسطوره ها از جمله اسطوره ها مثلا غذا، ادویه یا شعر یا حتی نوع لباس پوشیدن هر فرهنگی یک ساختاری داره و گویای پیچیدگی ها و مسائلی که اون فرهنگ داره، مخصوصا روایت هایی که دهن به دهن گشته و قدمت داشته و دوام آورده، مخصوصا اسطوره ها. یعنی شناخت اسطوره شناخت فرهنگ میشه، شناخت اسطوره و کلید درک اسطوره فرهنگ رو ملموس میکنه و یک چیزایی رو که در حقیقت مخفی هست آشکار میکنه. بحث اینه که آیا چه استراکچری زیر این داستان هایی که به ما دهن به دهن گشته. من 3-4 تا اسطوره یا 3-4 تا میث یا داستان یا روایت رو که شاید از همه معروف ترن بهتون بگم متوجه میشین. مثلا داستان آفرینش آدم و حوا، این قشنگ جا افتاده تو تمام فرهنگا، لاقل غرب یا مثلا اونایی که ابراهیمی ریلیجن، اونایی که از طرف ابراهیم فکر میکنیم اومدن، بله مذاهب. یا مثلا روایت سیندرلا، من این مطالب رو که دیدم به فکر افتادم که حالا بعد میگم چرا من رب به حسینم پیدا میکنم وارد این بحث فردوسی شدم یا رستم و سهراب، اما من این رو که دیدم این به فکرم رسید اگر این تئوری درست باشه، اگر این تئوری ساختاری درست باشه، بایستی اسطوره هایی هم که وجود داره در حقیقت یه سیستمی توش باشه و اگر قرار تمام شمول و جهان شمول باشه، اسطوره‌ای که در یونان هست با اسطوره‌ای که در ایران هست یا در عربستان هست با در حقیقت یک پیامو بده. بعد اومدم چیکار کردم؟ اومدم دو تا اسطوره رو من انتخاب کردم. در حقیقت در مورد رستم بیشتر از یه اسطوره میشه، ولی من کردمش در حقیقت یه اسطوره، دو تا اسطوره رو گرفتم. یکی از معروفترین اسطوره های غرب اسطوره ایست به نام داستانی است به عنوان ادیپس د کینگ. ادیپس میگیم فارسی هم نی؟ اودیپوس. این یکی از معروفترین داستان های غربه. این همجور که میدونید مال سوفکلیزه، مال قرن پنجم قبل از میلاد مسیحه. از ارسطو تا فروید تا یونگ، کارل یونگ تا همین لوی استراوس راجع به این نظر دادن. این در حقیقت یک الگوی کامل از حماسه و تراژدیه. اما من میخوام اینو ساختارش رو پیاده کنم با ساختار رستم و داستان رستم یه مقایسه کنم. نمی کنم در مرحله اول، من میخوام خودتون این مقایسه رو بکنین ببینین آیا این فرضیه یا این هایپوتزی که روی میز هست درسته یا نه، و اگر هست آیا به این سوال جواب میده که آیا حقیقت و واقعیت یکیست یا چند تاست. به نظر من سوال پرسش مهمه، از همه مهمتر اینه که آیا اونی که ما میگیم cultural relativism، نسبی بودن فرهنگ، یه فرهنگ این کارو میکنه یه فرهنگ اون کارو میکنه، یا حقیقت یکیه درستش یه نوع هست، اونو پیدا کنیم، یا اینقدر تمام جوامع مثل هم هستن که اینی که ما میگیم این با این فرق میکنه، این فرهنگ ایرانیه، این فرهنگ تازیه، اون فرهنگ ترکه، اون فرهنگ غربیه، شاید معنای نداشته باشه. این سوال پرسش بزرگی که مطرح میشه.
من اگه اجازه بدین این اودوپس رو اول صحبت میکنم، بعد میریم سر رستم و سهراب. این داستان خیلی معروفه، البته توی یونان اینا داستان نیست، یعنی نمایشنامه نمینوشتن، نمایشنامه مینوشتن ولی اول اجراش مهمتر بود، چون توی یه تالاری مثلا 15,000 نفر اینو با هم میدیدن و این یکی از معروفترینه و جایزه برده، سافکلیس جایزه زیاد برده و جایزه برده. داستانش جالبه، اودیپس دی کینگ. قضیه اینه، من چون اودیپس از وسط داستان شروع میکنه، مثل فیلمایی که اول آخرشو میگن یا اول وسطشو میگن، اون از وسط شروع میکنه، من از اول شروع میکنم که ببینین قضیه چیه. قبل از تولد اودیپس، پدر و مادر اودیپس میرن پلوی پیشگو تو دلفی توی یونان. این پیشگو پیشبینی میکنه که شما فرزندی خواهین داشت که پدرش رو میکشه و با مادرش میخوابه. نه خیر، میخوابه و ازدواج میکنه، به هر حال جفتش رو میکنه دیگه. عرضم به حضورتون که اودیپس وقتی که پدر و مادرش، این در حقیقت کینگ لیس، کینگ لیس اسم این هست، این هم هست جاکوس، من انگلیس فارسیشو نمیدونم، نه جاکوس مادرش، آره ما این بگم میخوام اکسام کانفیوز داشته مادرش. ببینین این پیشبینی رو میکنه که تو پدرت رو خواهی کش و با مادرت عروسی میکنی و هم خوابگی. پدر و مادر که این رو میشنون وحشت میکنن. به محض این که متولد میشه، پدرش تصمیم میگیره که این رو در حقیقت بده به یک چوپانی. این چوپان پسر رو ورداره ببره زیر یک کوهی بذاره که این گرگی میشی یه چیزی نو بخوره از بین بره. پاشام رو سوراخ میکنه که در حقیقت اودیپس معنیش سوولن فوته، یعنی پا ورم کردگی پا، و این رو میذاره زیر کوه. یه چوپان دیگه از یه شهر دیگه، این تیبس بوده، این کرونات، از یه شهر دیگه میاد و این دلش نمیاد چوپان این رو بکشه، میذاره اونجا میره. یه چوپان دیگه میاد اینو پیدا میکنه، ور میداره میبره یه شهر دیگه، میده به شاه و شهبانوی اون شهر که اونا بچه دار نمیشدن. اودیپس اینجا بزرگ میشه. یه شب میره مشروب خوری با دوستاش، یکی از دوستاش بهش میگه تو برو نگاه کن خودت ببین پدر و مادرت کیان، تو شباهتی به پدر و مادرت نداری. خیلی آشفته میشه و اینا، میره فایند اوت میکنه، میره پیدا میکنه که ببینه قضیه چیه، میره پلوی یک در حقیقت پیشگویی کنه، یکی پیشگویی کنه یا بگه آقا این چیه. این بهش میگه که والا پیشگویی اینه که تو پدرت رو خواهی کشت و با مادرت عروسی خواهی کرد. این به خاطری که این کار رو نکنه میزنه به صحرا و کوه، میاد بر میگرده بره به یه جای دیگه که این کار رو انجام نده، یعنی نه پدرش رو بکشه نه با مادرش همخوابگی کنه. وقتی میمده شهر دیگه، حالا بر میگرده از کرناس به تیبز دوباره، حالا اسمش مهم نیست، بر میگرده اینجا سر یه سراهی، پدرش کینگ لیس توی جاده بحثشون میشه، این داشته میرفته، این مثل که یواش میرفته، این میخواسته تندتر بره، عصبانی بوده، شمشیر میکشه اینا رو میکشه، همه همراهانش رو میکشه به جز یه چوپانی، شارم میکشه که این لیاس رو میکشه. خوب گوش کنید، میاد بر میگرده به این شهر میرسه، به دم شهر که میرسه میبینن که یک مصیبتی بر این شهر وارد شده، یک موجودی هست به نام سفینکس. سفینکس یک موجود افسانه‌ایه، یک سرش و بدنش بدن زنه ولی شیره، در ضمن بالم داره.
سفینکس بهش میگن، یک اسطوره‌ایه. یه سفینکس در شهر، سر شهر وایساده و تمام شهر رو و جوانه شهر رو میخوره و نمیذاره در حقیقت کسی زنده بمونه، مگر اینکه یک معما رو حل کنه یا یک چیستان رو. اودپس که داشته برمیگشته میبینه این بساط اینه، اینجوریه دیگه، میگه خب معما چیه، چیستان چیه؟ جالبه این، چیستانش اینه که اون چیه که صبح چارپاست، ظهر دوپاس و عصر سپاس. اون چیه که صبح دوپاس، صبح چارپاس، ظهر دوپاس، عصر سپاس. اورپس این ریدل و این چیستان رو هیچ کسی نمیتونه حل کنه. اورپس میگه انسانه که چارپاس و دوپاس و بعد با عصا سپا وقتی پیر شد. سفینکس چون سالها این کسی رو، مدت‌ها این کسی نمیتونه اینو حل کنه، عصبانه میشه، خودش از دره میندازه پایین، خودشو میکشه، شهر آزاد میشه. اورپس میاد تو شهر، میشه کینگ. شهربانو اینجا کی بوده؟ جاکستا، مادرش. با مادرش عروسی میکنه و دو تا دختر و دو تا پسر از این به وجود میاد. خلاصه این ماجرا اینه که سالها بعد یک مصیبتی دوباره گریبان این شهر میشه. کینگ اورپس الان دیگه که ریدل رو حل کرده، یعنی قهرمان این قضیه است، ریدل رو حل کرده، معما رو، چیستان رو حل کرده، شهر رو نجات داده، آرامش و عدالت برقرار کرده، آباد کرده شهر رو، یک مصیبتی دچار شده. میفرسته پلو یک پیشگویی که میگه آقا جان این مصیبت چیه، گرفتار شهر من هست. پیشگویه که کور بوده بهش میگه که کینگ لیاس رو کشتن و هنوز قاتلش پیدا نشده، تا موقعی که قاتل این کینگ لیاس پیدا نشه این شهر نه زنهاش باردار خواهند شد، نه زمین ها حاصل خیز خواهد شد. میگه بفرستین بیارین، خداسه شلوغ میکنه و زن برادرشو، برادر زنشو، که حالا اگه نگاه کنین خیلی جالب میشه، برادر زنشو یعنی بله دایی خودش رو که کریان تراستوردی بوده، مورد اطمینانش بوده، این رو میفرسته تحقیق کنه و اینا. این بر میگرده پلو پیشگو اینا، میگه والا پیشگو اومده میگه که یه آدم کوری هم هست، میگه که بله این مسئله است و تو خونه خودت نگاه کن. این قسم میخوره اودپس که هر کس این رو تنبیه کنه. بعد که تحقیق میکنن میبینن این شوپانی که زنده مونده هنوز وجود داره، میرن میارنش، میگن آقا بله شما بودی که این رو کشتی، کینگ رو کشتی. اون موقع یادش میاد که این پیشگوه چی گفته که تو مادرت رو، پدرت رو میکشی، با مادرت همخوابگی میکنی یا عروسی میکنی. میترسه که این قسمت اولش درسته ولی قسمت دومش که نمیتونه درست باشه، چون این که نمیخوره به هم این قضیه. میاد که مادرش، بعد متوجه میشه که با مادرش رو بکنه، مادرش خودش رو میکشه. و بعد وقتی به اونجا میرسه اورپس که به اصطلاح سر بالین مادرش میاد، سنجاقی که به لباس مادرش بوده رو ور میداره، دو چشم خودش رو کور میکنه، خودش رو تبعید میکنه، کینگ بعدی رو تبعید میکنه، خودش رو مجبور میکنه که تبعیدش کنه به جای دیگه، با دو تا دخترش که در حقیقت هم دخترشن هم ناخواهریش ممکنه به حساب بیان، میره جای دیگه. من این ادامه داره ولی من یعنی یه داستان، یه چیز دیگه ای میشه، یک تئاتر دیگه ای میشه سافلیکس مطرح میکنه، ولی این داستان اینجا تموم میشه. من این رو نشون دادم که ببینین این خیلی معروفه توی غرب، اورپس د کینگ و در واقع این مسئله کشتن پدر و بعد عشق به مادر یا عشق ورزیدن به مادر، این مسئله از فروید از این خیلی استفاده میکنه و خیلی تعبیر جالبی میداره، میگه تمام پسرها دلشون میخواد پدرشون رو بکشن چون دار رقابت هستن با
پدرشون راجع به عشق مادرشون و بعد با مادرشون رابطه داشته باشن، تمایل دارن به این کار، و بعد سایکوآنالیز این که اینو از این در میاره. من کاری به این بحث ندارم، ولی میخوام ساختار رو بگم که این ساختار این داستانه. حالا برگردیم به اصل قضیه. پس اینو تو ذهنتون میمونه که این داستان چی بود. برگردیم به رستم. من اینو از اینجا شروع میکنم که ببینین، باز اینم یه جنبه مارکسیستی داره، ولی باز جز این ساختارگراییه. مارکس میگه هر کسی، هر شخصی پدیده روابط اجتماعی است که داره. یعنی این شخص هیچ ذاتی نداره، ذات این شخص در حقیقت وجود نداره. چیزی که وجود داره روابطی است که ایشون داره در طول زندگیش، و اون روابط است که این شخص رو یا سایکی یا کرکتر این شخص رو، روان این شخص رو میسازه. در واقع به این معنا که مثلا شما بگین رستم کیه؟ رستم پدر سهرابه، رستم پسر زاله، نوه سامه، کشنده یا قاتل افراسیابه. ولی بعد نگاه میکنین مثلا رابطهش با منوچهر، نه منوچهر خودمون، کینگ شاه منوچهر، یا با کاووس چی بوده. این به اصطلاح ادعایی که مارکس میکنه. من میخوام این رو یه جوری، این داستان رستم و سهراب رو خیلی خلاصه، این رو همونجوری که اودیپوس رو گوش کردین، این رو هم یکم ببینیم چه شباهتی داره، آیا این به اون میخوره یا نه، یا اصلا دو چیز متفاوته. خب رستم کیه؟ رستم پسر زاله و نوه سام. خب من این قسمتش رو میخوام توجه کنین، ببینین چیه قضیه. بذارین بقیهش هم بذارم چون ممکنه مطرح بشه. پدر سهراب قاتل افراسیاب، اسفندیار، ببخشید افراسیاب، اسفندیاره، و شقاد این برادر خونده نابرادری، باید بگم برادر ناتنی رستم، که رستمو میکشه. من این قسمت رو اول جدا کنم، صحبت کنیم راجع به این. سام و زنش بچه دار میشه، این بچه زاله، بسیار قوی، نیرومند و سفیده، بدنش سفیده و موش هم سفیده. بله. سام اول بهش نمیگن، به سام نمیگن تو همچی بچه ای داری، هیچ که جرئت نمیکنه. خلاصه یه کنیزی دارن، این بالاخره جرئت میکنه، میره میگه به سام، به زال، به سام ببخشید، که آقا بچه ای که داری موسپیده. خیلی ناراحت میشه سام، نمیدونه چه کار کنه. اولا که پنهون میکنن، بعد میگه من آخه چی کار کردم، به خدا میگه من چه کار کردم که تو همچین پسری به من دادی. تصمیم میگیره که زال رو ورداره ببره پای کوه البرز، بذاره که یه کسی بخورتش، از بین بره، بکشتش. این پسر رو میذارن اینجا که از بین بره. سیمرغ که رو قله قاف کوه البرز بوده، میخواسته به بچه هاش غذا بده، میاد پایین اینو برمیداره بره که بچه ها اینو بخورن به عنوان غذا. فردوسی میگه یک صدای از غیب میاد و مهر این پسر به دل سیمرغ میاد، سیمرغ این رو نوازش میکنه، پرورش میده، میره یه چیز دیگه پیدا میکنه واسه چون میاره. این قضیه میگذره. سام خواب میبینه که پسرش زنده است، و بعد بحث میارن بهش که آقا اگه موی سفید عیبه، موهای خودت هم سفیده،
هیچ درنده، هیچ ددی، هیچ دیوی با پسر خودش همچی کاری نمی کنه. تو چرا همچی کاری کردی؟ میرن پلو پیشگو، آن پیشگو میگه که بابا اولا این زنده است که از هند میاد زنده است، ثانیا این که زال روی کوه البرز یکی داره داشته مواظبت میکنه. سام بلند میشه میاد اینجا که بچهش رو پیدا کنه، میبینه بله این بالای کوه قاف زنده است، ولی هر جا میگرده راهی نیست که بره بالا. سیمرغ که تا حالا به هر حال مواظب زال بوده دلش میسوزه و میره ور میداره زال رو، میاره پایین، میده به سام و بهش میگه که تو این پدر توه و من همیشه پلوت خواهم بود. پر بهش به پرش رو بهش میده، میگه هر موقع مشکل داشتی اینو بسوزون من میام. و زال و سام با هم در حقیقت ریونایت میشن، با هم خانواده در حقیقت بر میگرده به کانون خانواده. و به هر حال قبول میشه در این خانواده. زال بعد از تا اینجا که پس با همیم درسته؟ زال بعد از مدتی وقتی بزرگ شد و به هر حال تنومند شد اینا میره شکار و میره افغانستان، افغان مهراب، یعنی این رو الان باز داره من مهراب یک شاهی بوده که این یک دختری داشته به نام رودابه. رودابه وصف زال رو میشنوه و ندیده و نشناخته عاشقش میشه. یه شب میره پلوش میگه من عاشقتم اینا. به هر حال مسئله وجود، مسئله چیه؟ مسئله اینه که زال و سام و زال و سام از نسل فریدونن، مهراب و خانوادش از نسل ضحاکن. سام ببخشید زال وقتی به پدرش میگه و صحبت میکنن با ادوایزرش میگن آقا این امکان نداره، ما از دو کیش متفاوتیم، از دو نژاد متفاوتیم، اینا به ضحاک برمیگردن، تو فریدون نسلت، اصلا صحبتش نکن. زال به پدرش میگه تو ببین با من چیکار کردی، میخواستی منو بکشی، منو از خودت روندی، به جای اون الان که من عاشق شدم اگه راست میگی برو پلوشا پادرمیونی کن، اون میتونی مسئله رو حل کنه. سام میگه یا این دیوونه شده یا این که به خاطر که سیمرغ بزرگش کرده دریوری میگه، امکانی هم وجود نداره. گوش کنیم چی میشه. مادر رودابه با خبر میشه، اونم میگه اینه قضیه. مهراب هم ناراحت میشه میگه بابا ما نمیتونیم با اینا وصلت کنیم، اینا ما رو میکشن، ما ضحاک چیزمون بوده، ما از یک کیش دیگه ایم، من این دختر رو میرم میکشم. کشتن دختر الان، من این دختر رو میکشم، کاش کشته بودمش اول. حتی میگه کاش به رسم کهن قبیله هامون ما اینو کشته بودم همون موقع. مادرش میگه این کارو نکن. مادری داره به عنوان سیندخت، مادر رودابه میگه که نه این کارو نکن، من راهشو نشون میدم و شروع میکنه صحبت کردن. زال میره پلو کینگ منوچهر، شاه منوچهر، میگه بابا این پسر من اینجوریه، من در حقش ظلم کردم، میخوام من نجات پیدا کنه از این قضیه، اما میدونم عاشقه. اول شاه عصبانی میشه میگه آقا جون بکشین مهراب و تمام مملکت رو نابود کنین. میگه بابا اینا تازی هن، ما فارسی هستیم یا ایرانی هستیم، اصلا نمیشه این قضیه، اینا به ضحاک برمیگردن، ما به فریدون، اصلا هم نمیخونه. خلاصه زال همین بحثا رو که میکرده منوچهر این منجما رو میگه بیان. منجما یا پیشگویان میگن که ببین از زال یه پسری متولد خواهد شد که در واقع ایران و ایرانیان و تاج و تخت تو رو حفاظت میکنه. منوچهر میگه که خب بگیم بیا بیارم چیه کیه.
میاد و اینا میبینن در برومندی و قدرت و اینا عریف نداره. این موبدان رو جمع میکنه، 4-5 تا موبد اونجان، اینجا شکم کلیدیه، اینها یه چیستانی مطرح میکنن واسه زال، میشینن باهاش صحبت کردن، یه معمایی بهش میگن، مثلا میگن اون چیه که 12 تا درخت، این درخت ها هر کدوم 30 تا شاخ و برگ دارن، 30 تا شاخ دارن، ها شاخه دارن. بعد شروع میکنن ساعتی هم راجع به جواب میده هر کدوم چیه، یه 4-5 تا از ایناست که در حقیقت جواب چیستان یا معما اینه که 12 تا درخت 12 ماه سالن، 30 تا نمیدونم شاخه ها ماهای متفاوتن، اینه که یکی کم میشن روز و شب و بله روزهای ماه هستن. خلاصه این از توش در میاد، جواب میده، این چیستان رو جواب میده. بالاخره زال و شاه اجازه میده که زال با رودابه عروسی کنه و در حقیقت یک وصلتی بین این دو نسل، این دو نژاد، این دو چین پیدا بشه. یه جاش سیندخت به سام میگه که ببین، ما شما یک خدا را قبول داریم، ولی شما قبلتون آفتابه، ما قبلمون بوته، ولی یکی هستیم، میخواد این دستت انجام بشه. من حالا اینا رو چون دیتیلیست میخوام برم استراکچر رو یکم پیادش کنیم. بعد از این قضیه شما، من سریع میرم، پس اینو ذهنتون باشه، شباهت ها ببینین، کوه، سیمرغ، فینیکس، کشتن پسر و و و اونو بعد صحبت میکنیم. برسیم اینجا رستم. حالا رستم چیه؟ حال دوباره این مسئله، یک همجوری گفتم اگر هر فردی مجموع رابطه‌ای است که داره، خب الان رستم چی؟ چالش رستم یا معضل رستم چیه؟ خب رستم پهلوان از هفخان گذشته، من وارد بحث هفخان اینا نمیشم چون خیلی اتفاقا جالبم هست، ولی دو تا مسئله خیلی مهمه، شاید بزرگترین حماسه شاهنامه، یکی کشته شدن سهراب به دست رستمه، یکی کشته شدن اسفندیار به دست رستم. ها؟ این دو تاست. بله، باشه، اونم اون دو تا از همه دلخراشتره، مخصوصا سهراب رو که خودش هم میگه از اول. من وارد این میشم. ببینین رستم موزلش چیه؟ پهلوان جهان، پهلوان قدرتمند همه چی، یه دفعه میره شکار تو ترکستان، رخش رو میان ترکا میدوزن، میرن خیلی میجنگه و دفاع میکنه، ولی بالاخره میبرن. رستم دنبال اسبش بلند میشه میره ببینه چه خبره. شاه سمنگان رو میبینه اونجا، بهش میگه بیا بریم مهمون من، بابا همه چی درسته، این اسب بده اینجا، ما مخلصیم و چخلصیم و اینا. بله، این دفعه تهمینه، ببینیم اینجا دیگه دوباره، اینجا مسئله تازیا بود، اینجا مسئله ترکاست. ترکا در حقیقت مثل ایرانی ها خوب نیستن، چیزی که هن. رستم میاد وقتی تهمینه رو میبینه میگه که من عاشق تو هم، پهلوانی تو شنیدم و میخوام با تو پسری داشته باشم از تو یا بچه داشته باشم از تو و میخوام ازدواج کنیم. رستم شبانه یه نفر رو میفرسته پلوی پدر تهمینه، وصلتی میکنن و روز بعدش میره. به تهمینه میگه که این مهر رو، این چیز رو از ده من بگیر، اگر پسر بود اینو ببند به بازوش که من بدونم کیه، اگر دختر بود ببند به موهاش که باز من بدونم کیه. تا اینجا رستم در واقع فردوسی میگه از این موضوع به احدی صحبت نمی کنه، نمیگه هم چیکار کرده. از قضا سهرابی که از رودا از تهمینه متولد میشه
فردوسی اگه اشتباه نکنم میگه که یک ساله اندازه 10 ساله سهراب میشه از قدرت و هر کسی به فکر خودشه، از قدرت و نیرو 10 ساله، یعنی 1 ساله 10 ساله. وقتی دیگه به سن بلوغ میرسه کسی حریفش نیست از قدرت. سهرابم متوجه میشه و میپرسه از پدرش، آقا این پدر من کیه؟ تهمینه میگه ببین پدرت جهان پهلوانه، رستم دستانه، ایشون ایران تو ایرانه، به خاطری که اسفندیار ممکنه بگیره تو رو اذیت کنه یا بکشه بروز نده که پدرت کیه. سهرابم میگه ببین اگه افراسیاب میگه که اگر این قضیه این هست من میتونم با پدرم من متحد بشیم، اون بایستی شاه باشه، تو بایستی شهبانوی ایران باشی، کسی دیگه جلودار ما نیست، من میخوام برم پدرم رو پیدا کنم. من داستانو یکم فرمولش کوچیکش میکنم که برگردیم به اصل قضیه. شروع میکنه سهراب رفتن، تهمینه میگه بیا یک اسبی انتخاب کن و یه اسبی بهش میدن و برادر تهمینه رو باش میفرسته، میگه این برادر من رستم رو میشناسه، اون کسی که میتونه بگی پدرت کدومه که اشتباه نکنی. خلاصه مطلب اینه که سهراب شروع میکنه اومدن. افراسیابم متوجه میشه که خب الان بهترین فرصت داره که یه کسی بتونه از پس رستم بعد بیاد، چون یه دفعه رستم پشت اینو به خاک نشونده بوده، انتقام بگیره. بنابراین کسی بروز نمیده که پدر سهراب رستمه. هی میپرسه 4 دفعه 5 دفعه 6 دفعه 10 دفعه میپرسه، حتی وقتی با رستم هم روبرو میشه میگه آقا تو کی هستی؟ به من بگو تو اسمت چیه؟ میگه من بهش میگن این پهلوان چینیه، از چین آوردن با تو مبارزه کنه، از چین. به سهرابم میگه به سهرابم هی میپرسه، هیچ کی بهش نمیگه. رستم هم میگه تو شکل ترکا نیستی، تو پدر مادر کیه؟ اونم نمیگه. یعنی نه رستم میدونه این پسرشه، نه سهراب میدونه این پدرشه. خلاصه قضیه اینه که پسر این دفعه به دست پدر کشته میشه. میفرستن، در حقیقت خیلی پشیمون میشه، نوشدارو بیارن، همونجور که میدونین دیگه این داستانش کاووس نمیده، به خاطر که میگه اگه تو متحد شدن دیگه من جلودار کسی نیستم. این هم قضیه. من میخواستم این دوتا رو بگم، فقط داریم به نظر من این دوتا رو بگم خیلی جالب میشه، چون میبینین که چه شباهت های این استراکچر این قضیه داره. اسفندیار هم تقریبا شما یک داستانی رو میبینین که خیلی شباهت داره به این، هم این هم به ادیپس. جالب اینه که اسفندیار از یه جنگی بر میگرده، میره در حقیقت مشروب میخوره و مست میشه، میره پلو مامانش میگه کتایون، میگه که ببین این بابای ما هر موقع به من گشتاسه، هر موقع به من قول داده که من پیر شدم تو برو بجنگ، پیروز شدی تاج و تخت رو بهت میدم، زیر قولش زده. این دفعه هم باز به من قول داده که برو پیروز شو برگرد، من تاج و تخت رو بهت میدم، بازم داره جر میزنه. من میخوام برم دیگه با مردی و مردانگی بگیرم، با زور بگیرم. مادرش میگه این کارو نکن، این پدر پیره داره میمیره، مرگ پدر دوباره ببینید، این پدر داره میمیره خود به خود، تو زیاد چیز نکن، در عملم تو میتونی این کار انجام بدی. گشتاسه که متوجه میشه که این قضیه وجود داره به یه پیشگویی میگه آقا جون این اسفندیار چیه قضیهش؟ میگن که این به زودی به دست رستم کشته میشه. پیشگوییه. میگه که خب پس میگه بیاد به پسرش بیاد تو دربار، میگه که آقا تو برو اگر رستمو دستبند زدی اووردی پلو من، چون این دیگه بنده ایش کس نیست، اصلا کاری به کار ما نداره، چون جنگان به ما کمک نمیکنه، بنابراین اگر اینو دستبند زدی اووردی من تاج و تخت رو بهت میدم. پدر به پسر میگه،
اسفندیار میگه من میدونم بازم نمیکنه، من میدونم یه شرطی گذاشته که محاله، ولی من میرم باز این کارو میکنم، چون پدر گفته بایستی اطاعت کنم، باید برم. میره. قضیه رو دیگه میدونین. اسفندیار داستانی است که البته این دیگه حاشیه میری، ولی بذارین بگم. اسفندیار تقریبا یک اسطوره است که بدنش آسیب پذیر نیست. بله؟ بله. چرا؟ داستانش این که میگن زرتشت رفته پهلوی گشتاسب گفته که آقا جون تو میخوام آیین بهین بیاری، یعنی ایمان بیاری و حقیقت زرتشتی بشی. سه شرط گذاشته. گشتاسب میگه گفته که من سه چیز میخوام، اگه این سه چیزو به من دادی من ایمان میارم. یکی این که بهشت رو به من تو این دنیا نشون بدی، یکی این که قدرت پیشگویی به من بدی، یکی که منو روین تن کنی، یعنی هیچ اثری هیچ آسیبی نبینه. زرتشت میگه من به یه نفر نمیدم، به سه نفر میتونم هر کدوم این رو به یه نفر بدم. یکی میگه باجاسب، یکی میگه خود گشتاسب، یکی به اسفندیار. از بهشت شیری میاره، شیر ملک میاره زرتشت و این بچه رو توش حمام میکنه. بچه چون بچه بوده وقتی میره زیر شیر چشماشو میبنده، بنابراین هیچ جاش آسیب پذیر نیست به جز چشمش. نهایتا این که اسفندیار در جنگ مغلوب میشه به خاطر اینکه الان اینم جالبه، به خاطر اینکه رستم بعد از که در داغون شده سیمرغ رو میگه بیاد و قبلا مثل که وقتی متولد شده بود و بزرگ شده باشه، رستم از بس بزرگ بوده و نمیتونسته روی هر سنگی میرفته از بین میرفته میتونه درست راه بره، به خدا میگه یکم از زور من بگیر و تا من بتونم راه برم و خدا این کارو میکنه و بعد بهش برمیگردونه. خلاصه قضیه این، من این را هم خلاصه میگم بعد بینیم سر ساختار. این قضیه هم جالبه. بنابراین الان دیدین رستم کیه و چی شد. حالا رستم در حقیقت قول میده که از پسر اسفندیار بهمن نگهداری کنه، بزرگش کنه و و و و. اما رستم به دست کی میمیره؟ رستم رو نه اسفندیار، نه سهراب، نه کسی دیگه ای شکست میده. شغاز برمیگردیم به زال. زال حرمسرایی داشته، یک کنیزی بوده، باش ازش بچه دار میشه، اسمش نابرادری رستم میشه شغاد. میره افغانستان با دختر کینگ شاه افغانستان عروسی میکنه، ولی حسادت میکنه. یک جنگ زرگری درست میکنن که به در حقیقت به رستم بگن که آقا بیا از من دفاع کن، این داره به من زور میگه، چون رستم هنوز مالیات میگرفته از این افغانستان، هنوز با وجودی که با هم وصلت کرده بودن، و این حسودی میکنه. به هر حال یه شکاری ترتیب میدن و چاه میکنن و نیزه میکنن توش اینا که هم رخش هم رستم در این میفته و از بین میره. رستم هم با آخرین تیرش یه کلکی میزنه، میگه آقا جون من میخوام از خودم شب مواظبت کنم چون زخمی شده بوده، تیر و کمون رو میگیره و چون شغاز اعتماد نمیکنه که این ممکنه بکشتش، میره پشت درخت قایم میشه. رستم هم نامردی نمیکنه، میزنه خودشو درخت و همه رو به هم وصل میکنه از پشت درخت با تیر و کمان، این رو میکشه. حالا من این داستان در حقیقت چون نقش رستم هست، من میخوام این رو در حقیقت یک تعبیری ازش بدم که با ادیپس همخوانی داره. وقتی به این نگاه میکنیم شاید وقایع متفاوته، شاید 100% اسمها و روابط متفاوته، ولی اون رو که من در ساختار میبینم و در حقیقت نقش این اسطوره رو که چی راجب فرهنگ و راجب اون سوال اولیه ما که نقش اسطوره و اسم چیه و آیا یکیست یا چند تاست مطرح میکنه. ببینین
هم ادیپس هم داستان رستم و سهراب یا زال و سام یک روابطی خونی بین پدر و پسر وجود داره. بنابراین در یک کاتگوری تو ذهنتون رابطه پدر و پسر رو در نظر بگیرید. یک نکته دیگه کشتن یا دستور کشتن رو در نظر بگیرید که اینم باز توش یکیه، یعنی یکی دستور میده اونو پسر رو بکشن، اینم همینجور. مسئله باز دوباره اگر بهش نگاه کنین در کل میبینین یک روابط در واقع ازدواج، در مورد ازدواج و در مورد حالا یا همخوابگی یا همسری وجود داره که از این یه رابطه سببی به وجود میاد، یعنی یه تلاش برادر زن مثلا. خب این نمودار چیست؟ این چیو میگه؟ تعبیرهای متفاوتی وجود داره در این مورد. من میخوام برگردم به ادیپس اول، بعد برگردیم به این. من تعبیری رو که فکر میکنم اگر به قول آمریکایی‌ها سوپر ایمپوز کنیم، یعنی بیاریم وارد این دو تا ساختار داستان بکنیم، ممکنه جفتش ملموس بشه. من اینجوری میبینم که در حقیقت هر دو فرهنگ، هم یونان هم ایران، مسئله ای داره به نام dealing with the other، و غیر، یعنی یک پیچیدگی هست how، چگونه با غیر خودی بایستی دیل کرد و کی خودیه و کی نیست. یک. دو، طبق معمول سنواتی مرگ، البته آفرینش یا تولد و بعد زندگی، مسئله دائم یا پرسشی است که در هر فرهنگی باعث جواب داده بشه. چگونه ما به این پرسش جواب میدیم؟ یعنی ما از کجا اومدیم، چگونه باعث زندگی کنیم و مرگ چجوری کجا میریم. این خیلی مسئله است. در هر دوی این دو داستان این به طور نهفته وجود داره، هم مسئله آدر از یه شهر دیگه، از یه پدر دیگه، یا هم مسئله سام که در حقیقت سام مسئله داره بازال چون موش سپیده. It's the other. نیست هم چیزی نبوده، این من چیکار کنم با این؟ How to deal with the other، با غیر چجوری من بایستی رفتار کنم، چجوری اینو قبول کنم. این باز جالب میشه این قضیه. ببینین آیا تولد و مرگ و زندگی رو چگونه توجیه میکنیم؟ من میخوام برگردم به اون دوتا چیستانی که یه چیستان بود که اورپس با فینیکس با اسفینکس داشت، یه چیستان بود که در حقیقت زال با موبدین داشت، پنج تا موبد گفتن. اگه نگاه کنین هم یونان هم ایران یه نگاه بیولوژیکلی یا طبیعی به خلقت داره. از روز و شب توی اون چیستان یکی از چیزهاست که یک مرغزاری هست بزرگ و در حقیقت یک کسی هست که با داس داره درو میکنه این در چیز رو، مرغزار رو. تعبیر این چیه؟ زال میگه که تعبیر این عجله، اونی که درو میکنه و مغزها رو خالی میکنه اون عجله، که چه پیر چه جوان چه بزرگ چه کوچیک چه زن چه مرد مجبور از بین میره، چون طبیعت انسان اینه، طبیعت خلقت اینه. از این نظر مرگ مسئله میشه، ولی جالب اینه که جفت اون چیستان ها، یکیش 5000 2500 سال پیش، یکیش 1000 سال پیش، در حقیقت فردوسی اینو میگه، جفتش برمیگرده به حالت طبیعی و بیولوژیکی، یعنی توجیه خلقت از نظر طبیعی. روز و شب یا سالها و فصلها اینجوری توجیه میشه. چرا این مسئله است؟
چون مسئله خلقت انسان در هر دو کالت فرهنگ و تمام فرهنگ ها مطرحه، ما چجوری به وجود آمدیم. و این لب کلام من اینه، مسئله در حقیقت یک، دو و یا منی یا چند هست. آیا خلقت ما از یک چیز به وجود اومده، از دو چیز به وجود میاد یا از چند چیز؟ چرا؟ چون ما اگر طبیعت علف یا مرغزار نبات با یک چیز خودش به وجود میاد، خود دو چیز لازم نداره، زن و مرد لازم نداره. اما اگر این رو تو ذهنتون نگاه کنین، این مسئله میتونه برگرده به خود خدا. اگر این هست چی اونو توجیه میکنه؟ یعنی ما در حقیقت مسئله خودی و غیر خودی رو، اولین مسئله خودی اینه که یه چیزی خود به خود به وجود میاد یا یک چیزی باعث خلقتش میشه. آیا یک چیز باعث خلقتش میشه یا دو چیز باعث خلقتش میشه؟ مسئله آدر که من در حقیقت امفسایزم اینه، هم تو داستان اودیپوس مشخصه، هم تو داستان رستم. تو رستم اول میگم چون اون خیلی مشخصه. توی رستم ببینین فرهنگی که با آدر مسئله داره، تازیا و ترکا و ایرانیا، مسئله است دیگه، ما چجوری با آدر دیل کنیم. چرا؟ چون هم مهراب از ضحاکه، از نسل ضحاکه، هم رستم و زال از نسل فریدونن. این فارسیه، این عرب تازیه. ولی دخترشون، این جالب اینه که من میگم به این توجه کنین، که جالب اینه که وقتی که زال با روداب وصلت میکنه، one and the other یونایتد میشن تو پسرشون که میشه فامیلی، الان میشه خودی. ببینین فرد و غیر، دو تا زن یا مرد از دو خانواده متفاوت، حتی آدر که یکی تازیه، یکی به اصطلاح آیین متفاوت داره، نژاد متفاوتن، هر دو جدان، اما به محض اینکه وصلت میکنن، سومی یعنی نتیجه‌ای که از این به وجود میاد، اینا رو خانواده تبدیل میکنه. الان میشن خانواده دیگه، one and the other وجود نداره. خب الان این خانواده به وجود اومد، الان این دیگه میشه خودی، تو از خون منی. در حقیقت اگه نگاه کنین پسر یا فرزند، اگه نگاه کنین هم رودابه، هم تهمینه و هم بعد سهراب یا اودیپوس و بعد دختراش، همه یونیون یا اتحاد دو هن، دو، یک و دو، یعنی یک و دو سه رو به وجود آورده. چرا این مهمه؟ چون در هر فرهنگی بایستی توجیه کنن که که خلقت چگونه به وجود اومده. روابط خونی یعنی رابطه پدر و پسری، مادر و فرزندی، رابطه بسیار مهمی میشه، مخصوصا رابطه پدر و پسر در این مورد که توجیه میکنه پسر کو ندارد نشان از پدر و این خودیش میکنه. این دو. سه، اگر قرار بشه این مسئله حل بشه، من میخوام باز مسئله طبیعت رو مطرح کنم که اگه نگاه کنین باز نقش سفینکس و سیمرغ رو نگاه کنین که چقدر هم به طبیعت و هم راجع به این یک دو و چند مطرح میشه. جفت اینا اسطوره‌ای هن، دو تا موجود مرغ هن. تفاوت مرغ با انسان چیه؟ مرغ تنها موجودیه، یعنی پرنده تنها موجودیه که دست داره به چیزی که آدم دست نداره، پرواز. پرواز به کجا؟ به آسمان. چرا؟ چون اینجا راز هستی و نیستی مخفی است. کوه که تو هر جفتش وجود داره سمبل چیه؟ سمبل اینه که بزرگترین نقطه ایست که در حقیقت خاک میتونه داشته باشه، به ارج میرسه اونجا دیگه، بعد از اون راهی نیست. نبات رو جفتشون مطرح میکنن در مورد اون چیستان ها. از همه مهمتر هم سیمرغ هم سفینکس کارنوارن، گوشتخارن. یعنی چی؟ یعنی میتونن انسان رو بخورن، یعنی میتونن انسان رو نابود کنن. یعنی در حقیقت ترس از مرگ توسط دو تا موجود پرنده که هم مادره، جفتشون مادرن، هم سفینکس زن هست و هم سیمرغ. در واقع یه دبل اینجا هم وجود داره، یه ایهام یا آیرونی هم باز وجود، خیلی آیرونی وجود داره، ولی این یکی خیلی جالبه.
سیمرغی که قرار بوده زال رو بخوره و به بچه‌هاش بده پرورش میده، اونی رو که it's the other، یعنی the other رو میگیره، این other خیلی مهم میشه، این other رو میگیره پرورش میده و به موقعش بر میگردونه به اونی که بایستی برگردونه. ارپس همین قضیه است، فقط ریورسال آف فورچونه. در فرهنگ ایرانی پسر پدر کشته میشه ولی نه پدر به دست پسر مثل یونانی، ولی رابطه خونیش یکی میمونه، یا این اینو میکشه یا اون اونو میکشه. مسئله مرگ رو مطرح میکنه و این خیلی مهمه که این اجتناب ناپذیره. اگر مرگ داده است، اول سهراب میگه اگر مرگ داده است بیداد چیست؟ درسته؟ بعد میگه که فردوسی باز اینو مطرح میکنه، من اینجا یه نقطه میخوام بگم چون ارسطو اینو مطرح میکنه، خیلی جالبه، میگه تراژدی، وقتی ما میگیم یه چیزی تراژدیه، چرا تراژدیه؟ چرا یه چیزی تراژدی میشه؟ اگه مرگ داده است بیداد چیست؟ ز مرگ این همه بانگ و فریاد چیست؟ فردوسی میگه از این راز جان تو آگاه نیست و از این اندر، و از این پرده اندر تو را راه نیست، تو نمیدونی این چیه، ولی سر همه میاد. اولا میگه که بهش که اینو ما اجتناب ناپذیره، اما ما چگونه میمیریم، چگونه میمیریم، یعنی زندگی ما چگونه مرگی رو واسه ما تدارک می‌بینه و انجام میشه. این میشه مسئله مهم، که همون مسئله رابطه‌ای هست که وجود داره. حالا چرا این مطرح میشه در مورد آدر؟ به خاطر که ببینین مسئله تازی و ترک، مسئله خودی و غیر خودی، مسئله بلاد لاین که چجوری دوتا یکی میشه، و بعد از همه مهمتر چگونه اینجا ببینین رستم از هم خودی و هم غیر خودی میمیره. یعنی تو هم میتونی، اینم جالبه که تو زال که میخواد پسر خودش رو the other چون سفید موهاش از بین ببره، اینجا به خاطر که حسادته، چون رستم دستان نام‌آوره و ایشون حسودی میکنه، نابرادریش موجب قتل این میشه. در واقع اگه اینو نگاه میکنیم در استراکچر یکیه. چرا؟ چون مسئله وجود مطرح میشه. آیا انسان خود به خود، یعنی با یک چیز خلق شده، یا از دو چیز به وجود میاد؟ زن و مرد احتیاج است که انسان رو به وجود بیارن. دو، آیا مرگ به دست کی میتونه انجام بشه و چگونه؟ و سومی که من گفتم، فرهنگی داریم ما، و اینو من میخوام برگردونم هم به فردوسی هم به فرهنگمون، چگونه با آدر، با غیر کنار بیان، چگونه غیر رو بپذیریم. حالا این غیر ممکنه زرتشتی باشه یا مسلمون باشه، ممکنه توران، ممکنه ترک باشه یا تازی باشه، این غیر ممکنه زن باشه یا مرد باشه، این غیر how to deal with this، یعنی چگونه از نظر اخلاقی و از نظر اینی که ما چگونه بایستی با دیگری کنار بیایم، هم مسئله کاووس و که کاووس، و هم مسئله منوچهر، و هم مسئله پدر افراسیاب. این رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب این واسه یه فرهنگ مسئله است که چه کسی رو خودی و غیر خودی قبول کنه و چگونه باش کنار بیاد این مسئله رو. و همجور که میبینید هنوز ما این مسئله رو داریم که چگونه کیو خودی و غیر خودی بدیم، کی شامل خانواده ما میشه، کی شامل خانواده ما نمیشه، این خانواده معنیش چیه. و این مسئله برمیگرده به این مسئله که من گفتم. حالا برمیگردیم به اون سوال، آیا واقعیت یا حقیقت یکیست یا چند است؟ آیا ما به خاطر که انسانیم همه این خصوصیات رو داریم؟ مثلا شما ببینید ما شکسپیر رو میخونیم و کاملا متوجه میشیم، چون راجع به عشق، راجع به انتقامه. مکبث مثلا، لیدی مکبث خیلی قشنگ رزونیت میکنه که آقا جون این چرا این آدم پلیدیه همه رو میکشه. انتقام رو میفهمیم، عشق رو میفهمیم تو تمام فرهنگا. مسئله اینه که چگونه هر فرهنگی با داستانها و روایاتی که داره با این مسائل روبرو میشه. اسطوره هایی که داریم بازتاب همینه. ببینین توی اسب تروا رو میدونین دیگه، همه این مشخصه. ببین اسب تروا بیوتیش اینه که
و من میخوام این رب بدم به رستم و بعد استاپ میکنیم. ببینین اسب تروا بیوتیش و قشنگیش اینه که اون ارزشی رو که جامعه یونان بهش بها میده قبول داره، یک کانینگ بهش میگیم. ترجمه کانینگ میشه چی؟ فریب. یک داستان، یک حیله درش وجود داره. رستم 3-4 دفعه با حیله و زرنگی مسئله رو وارونه میکنه، هم راجع به افراسیاب، هم راجع به سهراب، هم باز راجع به شغاد، بله؟ در مورد ازدواج باز. یعنی همون ولیو رو ما درست مثل یونان باستان، هم ما برومندی، قدرت رو ولیو میدیم، هم کانینگ رو، یه دقیقت فریب و حیله یا داستان رو باز، که یعنی یه سگستی، یک نوع راهکار پیدا کردن رو ما ولیو میدیم، و هم اینی که تو چگونه زندگی کنی. رستم برای ما رستمه چون ناجوان مرد نیست، حتی دیو سفید رو هم در خانه آخر وقتی خوابه نمی کشه. یعنی چی؟ حالا دیو سفید، باز اینم اون مزیه آدر هستا، دیو سفیدی که میدونه میتونه داغونش کنه، میگه ناجوان مردانی من در خواب این کارو بکنم. بنابراین رستم برای ما، رستم سمبل چیه؟ رستم سمبل جوان مردی است. چرا؟ چون یک پرنسیپالی رو فالو میکنه، treating the other، یعنی آدر رو خیلی مهم میدونه. اما همین رستم که رستم داستان است و ما خیلی از برومندی، از کانینگ قبولش داریم، از زور قبولش داریم، و حتی یک نوع سه دفعه یا اگه سیمرغ به کمک رستم میاد، هم موقع زایدن به اصطلاح رودابه، هم دو دفعه دیگه. یک شما بهش میگی فر، اما یک بلسینگ بهش حساب کنیم، یک بلسینگ از غیب وجود داره در این هم. یعنی ما میگیم باز توی ساختار فکری ما، من میخوام برم سراغ اون ساختار، هم این مهمه که تو برومند باشی، قوی باشی، کانینگ یا فریب کار به معنای زیرکی داشته باشی، راهکار بلد باشی، اما یک وجهه آسمانی هم داشته باشی، یک وجهه آسمانی. یعنی این تو ساختار فکری و فرهنگ ما هست، هنوزم هست، و این مسئله‌ای که من فکر میکنم خیلی قابل توجهه، روش خیلی باعث کار بشه، چون میتونیم ما تطبیق دهیم خیلی تمایل وجود. مخصوصا یه مسئله دیگه میگم، اینجور خیلی مهمه. ببینیم افراطه چشمش جالبه اینجا. اورپس چشم خودش رو کور میکنه، میگه من بهتر نبینم چون بینش منو گمراه کرد، من بلند شدم رفتم. راجع به قضا و قدرم خیلی، من اینو بحث رو نکردم، ولی اینم بسیار بحث مهمیه تو فردوسی، شاید به خاطر تمایلات به اصطلاح مذهبیش باشه، بله 100%، ولی من چون سکندری ریدینگ اصلا نخوندم از فردوسی، نمیتونم نظر بدم، اما مشخصه که قضا و قدر مهمه. ارپس هم همین قضیه است. چشم، ببینین از پا به چشم میرسه پا، و در مورد رستم هم همین وجود داره. یعنی پا برای راه رفتنه، برای قدم برداشتن در یه راهی است، در صورتی که چشم مظهر عقل و بینشه که تو ببینی. و این باز سیمبولیکه، یعنی هر جامعه‌ای، هر فرهنگی بینشی رو که نسبت به نظر من این تمام ساختار در دو چیز خلاصه میشه، how to deal with the other، آیا وجود و خلقت یکیست، دوتاست یا چندتاست، و چگونه انجام میشه. من شباهتی که میبینم در فرهنگ، یکیش همونجور گفتم 2500 سال پیشه، یکیش 1000 سال قبل فردوسی اینو نوشته. اما وقتی میبینیم ساختار میتونه تقریبا وربیدم اون چیزایی که مهمه، این همه رابطه خونی، رابطه فامیلی، ازدواج، همسری که خانواده رو به وجود میاره، و اون خانواده که میشه خودی دیگه، و آدر میشه دی آدر، هاو تو دیل ویت. به نظر من این مسئله که ما هنوز باهاش داریم کرنجار میریم، چجوری آدر رو قبول کنیم یا قبول نکنیم، با چه شرایطی آدر یا غیر رو قبول کنیم، و این همونی که تو فرهنگ ما الان خیلی مهمه. تو آمریکا میبینیم سوپریم کورت امروز دیروز 5-4 رای دادن واسه به اصطلاح عروسی دگر باشان، و این میبینیم که غرب هم همینه، how to deal with the other، با این غیر
چگونه میشه. مرسی. اگه پرسشی بود در خدمت. تشابهی طبعا هست، ما محدود به این داستان ها هم واقعا نمیشه. شما ببینیم مثلا این چیزی رو که ما در فرهنگ خودمون داریم و عربه هست اون چهره ای که از عربه هست در اندیشه همه ما نگاه میکنیم، ببینیم سرخ پوستا در آمریکای شمالی یا در مکزیک یا خیلی خیلی شبیه همون چهره رو دارن، یا ارزشی که در فرهنگ ما برای خورشید هست. در ژاپن شما اینو میبینین، در مکزیک اینو میبینین، در ایران هم میبینین. بنابراین برداشت های مشابه در فرهنگ های مختلف در زمان های گوناگون یه چیز تازه نیست برای. اما مشکلی که من دارم به این قضیه اینه که برای شما بیشتر روی اختلافات و این جدایی هاست، در صورتی که در تمام و این مسئله مربوط به ادیان ابراهیمی که مخصوصا شما اسم بردین هم نیست. مثلا در فرهنگ خودمون مشی و مشیانه داریم دقیقا هم. بنابراین سورس یکیه و این جدایی بعدا ایجاد شده و این یک بندشته به یک دومیان یا بله. بنابراین این در حقیقت جدایی مسئله در ترانزیته و زیبایی مطالب فردوسی به نظر من برای این است که اولا فراسی شاهنامه یک داکیومنت خیلی اساسی برای ما، شناسنامه این فرهنگ و خودش خیلی واضح و روشن این رو میگه که این مطالبی که گفته شده دروغ نیست. تو این را دروغ گفتن تسامه مخون، این دستوره و به راستی مقید بوده که اول آدم خیلی اتیکالی بوده، اینتگریتی داشته و خودش هم میگه که من این داستان ها رو همه از پیشینیان شنیدم، بنابراین خودش دخالتی نکرده. مسئله خدمتی که شما چند بارم را دیگه صحبت کردید که هزار ساله هست به مراتب کهن تر از اون. بله. و بعد شاهنامه هزار ساله مشابهی این همین شاهنامه رو در چین یه چیزایش رو پیدا کردن که من جمله همین داستانه که به زبان سعودی مثلا هستش و اینه. بنابراین این تشابهات به نظر من هست، ولی اون چیز اساسی اون یکی دیدنه و این دوره ترانزیشنی که حالا شعبات مختلف پیدا کرده، فرهنگ های مختلف پیدا کرده، ولی به همون جوری که شما گفتین به زیبایی این یه تلفیق قشنگی کرده دو اختلاف اساسی رو از نظر فرهنگی و بک‌گراندی چجوری قشنگ آورده کنار همدیگه. حالا البته چیزهای دیگه هم هستش، اصلا زاده شدن خود رستم سزارین شده. بله. در گذشته اصلا رستمی گفت. اجازه بده من اینو اختلاف چیز اصلی من به همینی که شما روی جدایی بیشتر صحبت کردین و این آدر بودن و من فکر میکنم که این کاملا یه مسئله ترانزیشن. من متاسفانه مثل که آره مثل که بعد گفتم اتفاقا بحث من راجع به تشابه. ببینین دو تا مسئله، یک این که من دارم میگم اگر این دو تا فرهنگ متفاوت با تفاوت زمانی، من فقط توبت سافکلیس بود که قرن پنجم و بعد هزار سال شاهنامه، هزار سال فردوسی قدمت داره، حالا داستانا رو من کار ندارم، ولی من دارم اینو میگم، در واقع من دارم تشابه رو میگم. صحبت اینه که چه نوع فرهنگی هست و چه فرهنگی هست که مسئله آدرنس براش مطرحه و چگونه باش دیل میکنه، هم توی یونان باستان، هم توی ایران، هم توی چین. در حقیقت من دارم ساختارگراها رو اینجا با این دوتا نشون میدم که این یکیه در حقیقت، یعنی تمامش راجع به تشابهات بود.
مسئله رو که مطرح میکنم به عنوان اینی که چه فرهنگی است که غیر براش مسئله است و اون فرهنگ چگونه با مسئله خودی و غیر خودی روبرو میشه. جوابی که به اون مسئله میده چیه؟ تبعیده، کور کردنه. خیلی جالبی مسئله که ما چجوری با این برخورد میکنیم. اما ها؟ بله کانینگ، یعنی اون ولیو ارزش رو میگه. اما من باز دارم ساختاری صحبت میکنم، یعنی میگم این داستانی رو که میبینین، داستان رستم و سهراب یا تمام شاهنامه، این بازگو کننده ساختاری است که نهان هست در اینجا. و اون چیه؟ مسئله خلقته، مسئله آفرینشه. و آفرینش آیا یک جور ما خلق شدیم مثل نبات از یه چیز، از دو چیز یا از چند چیز؟ ببینین یونان باستان میگفتن تمام خلقت جمع ازداد چهار چیزه: earth یعنی خاک، هوا، fire و air. هوا چی؟ آب. آب. این چهارتا رو ببینین، در حقیقت این چهارتا چون طبیعیه و گرایش، یعنی جواب سوال خلقت رو از نظر طبیعی ما دادیم چون ما باش روبرو بودیم همه. اما بعد مسئله عوض میشه چون میبینیم که انسان فرق میکنه با نبات، با کوه، با جماد. و بعد میبینیم که در واقع پیدایش انسان آیا با یک یا دو. و بعد من بحثی که میکنم در حقیقت بحث اینه که این چون خلقت یا آفرینش و بعد مرگ و نحوه زندگی برای هر فرهنگی مهمه، سعی میکنه در اسطوره‌هاش، در داستان‌ها، در روایت‌هاش یه چیزی رو بگه. اما چون به اسطوره در میاد، یعنی اینی که تداوم پیدا کرده به اینجا رسیده و ادامه خواهد داشت، آیرونی یا ایهام این کار اینه: فردوسی که در حقیقت ثروتش از دست میده، فردوسی که در واقع میمیره، با نوشتن این روایات و این جاودانه میشه. یعنی باز برمیگرده به این استراکچرال و پست مدرن نراتیوی که تو چجوری خودت، یعنی تو معمولا میگی پدر و پسر، و بعد مخصوصا چون اسم پسر پدر و پسر میمونه، نسل رو ادامه میده. مسئله اینه که چه فرهنگی است که دلش میخواد پسرش رو بکشه یا پدرش رو بکشه یا برعکس، و چجوری با این در حقیقت ساختار رو نشون میده. در حقیقت من دارم آرگیو میکنم یکیه، در حقیقت میگم فرقی نمیکنه. این مسئله آدر واسه ما مسئله است، یعنی سام ایتس آدر. چرا؟ چون موش سپیده. زال، ببخشید، زال. سام بایستی با این مسئله دیل کنه، نمیتونه. یعنی میتونه، ببین یک توجیه میتونه بشه که نکن این بچه من نیست، با یکی دیگه هم خوابگی کرده، این بچه من نیست. ولی اینجوری نگاه نمیکنه، میگه خدایا من چیکار کردم، توبه میکنم. من نمیدونم چیکار کردم ولی توبه میکنم. یعنی باید دیل کنه با این مسئله. در حقیقت من کسرت نشون میدم. در هر دو اینا میان از نیروهای به اصطلاح ماور بشر، مثل سیمور و اون موجودی که شما فرمودید در حد به شکل شیره استفاده میکنن، از طرفی از سحر و جادو استفاده میکنن، ولی در هر حال آخرش اون چیزی که باید براشون اتفاق بیفته اتفاق زنده باد. حالا اینو اسمش رو هرچی میخواییم بذاریم، ولی این برمیگرده به اون که ما کاندیشن هستیم، ما لیمیتد هستیم و در فکرمون ممکنه خیلی بیری میکنیم، ممکنه خیلی از این فراتر بریم، ولی آخرش در یه محدوده جغرافیایی و به صدا همه میبینیم این پسر میره اون شهر دوباره برمیگرده بهش، دوباره اونجا میگن همونطور که پدرش گفته، میگن که تو پسر تو رو خواهد کشت و با زنت هم خوابگی خواهد کرد، دوباره اونجا به خود این میگن که اینه، این برای اینکه فرار کنه از اون میاد همون اتفاق رو ببرش. بله کاملا، بسیار نکته خوبیه. من وقت نداشتم اینو بگم. راجع به دیترمینیزم، یعنی تقدیر یا قضا و قدر، و مسئله حتی ادپس تو غرب هم مسئله است. قضا و قدر یه تقابل پیدا میکنن. من نمیخوام به این صورت بگم، حتی بایولوژی لیمیتد. بله نه، من اتفاقا میخوام این نکته کاملا درست. ببینین با تمام اینکه پیشگویان، دو تا مسئله رو باید جدا کنیم. پیشگویی، من چون اگر بدونم فردا یا ساعت 11 شب، من پیش بینی میکنم ساعت 11 شب هیچ کدوم از ما توی اتاق نیستیم،
اما به این معنا نیست که من باعث این کار، در این مورد ممکنه، ولی من باعث این کار شدم. یعنی موبدان به گشتاسب میگه که و فردوسی هم اینو میگه، میگه که تدبیر چاره تقدیر نیست، اما تو چویس داری. یعنی تو ببین همون ادیپس که میگین، ادیپس مجبور نبود بره، میتونست صحبت کنه، سهراب میتونست بگه، اینو میتونست ببند رود بازوش، میتونست رستم بگه آقا جون من پهلوان چینی نیستم، به سهراب میگه بابا تو شبیه ترکا نیستی، تو پدرت کیه؟ زنده باد. یعنی در حقیقت انسان هست که سرنوشت خوش رقم میزنه، در حقیقت نتیجه درست وارونه اینه. یعنی اما در این مورد مثلا شاید سرنوشت خوش رو بگیم، وقتی تا میگیم سرنوشت یه عده صحبت مذهب و اینها رو پیش بیارن، اصلا این منظورم خوده، یعنی این بالاتر از اونه. حالا با این تشابه ساختاری که بین داستان شاهنامه و اون یونانی وجود داره، آیا تلویحاً شما اینجوری نتیجه میگیدیم که به علت این تشابه پس این دوتا فرهنگ تشابه دارن؟ به نظر میرسه که به هیچ وجه تشابهی ندارن. اگر اون فرهنگ یونانی که خب مسلمه که مبنای فرهنگ غربی هست و اروپایی و آمریکایی و اینا، و خب فرهنگ شرق هم به چیز جداگانه است، و این آیا میشه این نتیجه، یعنی این نتیجه رو میخواستید بگیرید یا اصلا نمیخواستید بگیرید؟ و یه چیزی هم که دلم میخواست که من امشب خیلی تهیات کردم برای که بتونم به این جلسه بیام، و دلم میخواست که در بعضی مواقع شعر خود فردوسی رو عرضه میکرد که من چون من عمدن این کار رو نکردم که بگم میتونین راجع به فردوسی و سیمبولیزم صحبت کنیم بدون اینکه شیفته نظم بشیم. یعنی منظورم قبول دارم، درسته؟ مثلا فرض کنید که من این غذا که خوبی که ایشون پختن، حتما یه ادویه یه چیزایی هم دادن که خوشمزه شده دیگه. حالا ما نمیدونم به چه دلیل رو ادویه رو نزنن که ما فقط خلو رو بفهمیم یعنی چی. حالا من بذارین جواب سوال اول رو، پرسش اول رو بدم. ببینین بحث ساختارگرایی یه بحثی بود که اگر بشر یا انسان تمام جای دنیا یک ویژگی هایی داره، و اون ویژگی ها اینه که یکیش ایست که پرسش واسش مطرحه، یعنی آفرینش خودش واسش مطرحه، من چگونه اینجا هم در صدد این برمیاد که جوابی برای این پرسش تولد مرگ و زندگی و بعد آیا ابدیتی وجود داره بده. داستان‌هایی رو که می‌سازه و می‌پردازه، مخصوصاً داستان‌هایی که به صورت اسطوره جا می‌افته و نسل به نسل می‌گرده، یک ساختار و واقعیتی توش هست که به نظر من برمی‌گرده به همین مسائلی که مطرحه صحبت کردیم. از اون نظر این ساختار یکیه، همونجوری که فروید میگه. من این رو در جواب شما میتونم بگم، یونگ رو که می‌شناسین، کارل یونگ یک لغتی داره به نام که منم استفاده کردم، collective unconscious، ناخودآگاه جمعی. مسئله اینه، یونگ میگه، ببینید این چقدر جواب هر مسئله رو میده، یونگ میگه فروید درست میگه که ایندیویدوال افراد یه چیز رو ریپرس میکنن، اما جامعه هم میکنه. یونگ میگه که یه چیزایی که مثل دی ان ای روان ما میمونه به جای بدنمون، فیزیولوژی، اینه که یک میگه آرکتایپ. این کانتریبیوشن یونگ هست به سایکوآنالیسیس یا روانشناختی، اینه که یک آرکتایپ میشه کهن الگو، یک کهن الگویی وجود داره، مثلا الگوی پدر، مثلا الگوی قدرت پادشاه، الگوی مادر. این تو تمام فرهنگا هست، 12 تا رو شناسایی میکنه، میگه که اینا رو وقتی نگاه میکنین این داستان ها رو در این قالب میشه دید. من اونجا نمیخواستم برم توی بحث دیگه باز میکرد، بحث من بحث یون نیست، فقط بحثم اینه که به اعتبار اینکه ما انسانیم و فکر داریم، احساس داریم، غریزه داریم،
به اون اعتبار ما یک پرسشایی مطرح میکنیم و جواب این پرسش ها بسیاری از مواقع در گفتمان ها و روایت ها و مخصوصاً اسطوره هامون هست، ولی hidden, it's right here, under here. حالا اینو باید بیاریم بالا، باهاش دیل کنیم. بحث من این بود که اونی که من میبینم که و هنوز ما باش روبرو هستیم، مسئله other, how to deal with the other. اگه نگاه کنین واقعاً خود فردوسی این رو برای چی 50,000 بیت شعر میگه که چیکار کنه؟ زبان فارسی یا ایرانی یا فارسی رو احیا کنه یا نگه داره. خب این dealing with the other. How do I deal with the other? شمشیر برمیدارم یکی رو بکشم؟ نه، با قلم این کار رو میکنی. نسل به نسل میگرده، عظمتش در اینه. و بعد جاودانگی رو جواب میده، یعنی با نوشتن شاهنامه اسطوره میشه خود فردوسی. یعنی این بازم یه بحث دیگه میشه، من دیگه زیاد صحبت نمی کنم. کمک میکرد به فردوسی اگر میگفتی بسی رنج بردم در این ساوسی، عجب زنده کردم به این پارت، اینقدر حرارت بخریم. لطفاً سراغ جاوز. چشم اونجا میشه. بله بچه کرشتاین یه جمله داره و یه اونده داره به نام شباهت‌های خانوادگی. بین هر چیزی شما اگر شباهت‌های خانوادگی رو بخواید پیدا کنید، این شباهت‌های بسازید یا پیدا کنید. اما این کاری که ما می‌کنیم مبتنی هست از یک تعریف پیشینی که قبلش خانواده رو تعریف بکنید. بعد شما وقتی بازی فوتبال‌های مختلف فوتبال رو شباهت‌هاشون رو بازی می‌کنید، قبلش فوتبال تعریف شده. اگر اینو بذاریم کنار، بازی ها را به عنوان خانواده در بگیریم، قبلش بازی تعریف شده. وقت اگر این را هم بذاریم کنار، وقتی بگیریم زبان را هم می بازی بگیریم، سیاست را هم می بازی بگیریم، به این معنا من میخوام بگم که فرص سخنرانی شما روی وحدته و وحدت را یک پاسخی برای برخواستن یا برداشتن قادر رو بگیریم. من با جفتش مخالفم. به باور من وحدت خودش یک اسطوره است که در واقع یک نوع برای حسوس شانفرمانی اصولی که به وجود اومده، ولی پاسخ به یه مسئله دیگه ایست دقیقاً برای پاسخ گفتن به همون قادر. اما بسیار از پاسخ مدرن‌ها در جهانی کافی راه پاسخ قادر رو در وحدت نمی‌دیدن. بله خودی کسرت رو گرفتن شناختن کسرت بیدن. من فکر کنم از این طریق خیلی بارتر می‌دیدن. بله بسیار نکته، اگه اجازه، این خیلی نکته مهمیه. بسیار نکته جالبی گفتین، جفتش هم درسته. من بذارین اینو بشکافم، این خیلی جالبه، این اتفاقا مثال بسیار خوبی میشه. ببینین همه کشورها، باز راجع به ساختارگرایی، همه کشورها یه نوع بازی دارن مخصوص خودشون، بازی های متفاوت. شما ببینین مثلا ایران، آمریکا، انگلیس، مکزیک، یه بازیایی دارن، لوکال هم هست که مخصوص خودشونه. صحبتی رو که میکنین راجع به گیم یا لنگویج گیمی که مطرح میکنین، این البته من اینو باهاش دیل میکنم، ولی این بازی رو هم ببینین. صحبت این نیست که قانون بسکتبال 3 ثانیه داره یا رانینگ داره، یا مثلا توی فوتبال با دست نمیتونی بگیری ولی توی هندبال با دست میتونی بگیری. صحبت ساختارگراها این است که هر بازی یک قانون داره، مثل هر زبونی یک قانون داره، هر قانونی یک دلیلی براش وجود داره. اما وقتی تمام زبون‌ها رو نگاه می‌کنین، چه چینی، چه فارسی، چه عربی، چه فرانسه، چه انگلیسی، وقتی میشکافینش مذکر یا مؤنث وجود داره یا نداره، گویای مسئله‌ای است که اون فرهنگ داره باش دیل می‌کنه. این در اون مرحله، یعنی این در حقیقت تفاوت ها رو اذعان میکنی بهش، ولی ساختار کلی یا سیستم رو هم اذعان میکنی. این جواب اول. مسئله دوم کاملا درسته، همون بحثی رو که من اول شروع کردم باز میخوام مطرح کنم. دیبیت یا مناظره‌ای که بین سقراط و سوفسطائیان هست، بین پست مدرنا و استراکچورالیستا وجود داره. یعنی همین دیبیت برگشته امروز و این دیبیتیه که کسرت یک، دو یا چند، حقیقت کدومه، چند روایت، یک روایت یا یکیست. این مسئله، مسئله آدر رو باز مطرح میکنه، یعنی همون مسئله مطرح میشه دوباره به یه نوع دیگه، ولی ساختار همونه. من دینای نمیکنم کسرت رو، ولی شما ببینین چگونه یکیسی. مثلا نگاه کنین توی فرهنگ ما، پدر
باعث مرگ پسر میشه، ولی پسر پدر رو نمیکشه. خب این یه چیزی راجع به فرهنگ ما میگه، یونیک، ولی اون مسئله‌ای که ما داریم، ما چجوری با این دیل میکنیم؟ ببینید مسئله ساختار که با مثلا به انسان‌ها فرض بگیم جن یه ساختار ژنتیکی وجود داره، یا تو فرهنگ نیمس مدل جن یه ساختار ژنتیک وجود داره، اما با این وجود مثلا فرض کنید اگر ما بخوایم خانواده رو خانواده رو بزرگتر بکنیم، بین انسان و گیاه هم باز میتونیم یه ساختار رو تعریف کنیم، یه شباهت‌ها رو ببینیم. میخوام بگم این شباهت‌هایی که ما پیدا می‌کنیم ما داریم تحلیل می‌کنیم. کاملا اصلا مسئله روایتی که میگیم کاملا، من اونو نقض نمیکنه، این مسئله اونو نقض نمیکنه. دکتر سیف‌زاده اگه من فکر کنم که چیزی رو که آرام میخواست بگه فرداب شیرازی و جواب ابن یوسف و جناب علی ازش صحبت کنم، اون حرفی که میخواست بزنه گم شد تو برمشه. آرام میخواست بگه شما با لنز پست مدرنی، این بعد از با لنز پست مدرنی اگر بیاید شما اینا رو ببینی یه جور دیگه میبینید، و با این لنز به اصطلاح پست مدرنی میبینید که اون حرفایی که زده میشه پشتش یه چیزیه، پشتش یه چیزیه و اون چیز اسطوره است مثلا. یعنی برخلاف عقلگرایی که آل ویتگنشتاین هم رو عقل ترکیب داره آوردن رو زبان، نه یه چیزاییه که حال نمیدونیم، عقلی نیست، حالا فرو عقلیه، مثلا یکی از عزیزان فرمودن که نمیخوام بگم مذهبیه، بحث این هست، نه این پشت ذهنه یه چیزیست، ایشون داره اون پشت ذهنه رو نشون میده، میخواد تبارشو، تبار این چیه، از کجا آمده. بعد خب وقت نداشت که توضیح بده بیشتر از این، که بیاد مثلا بگه که فرزن که توی نگاه ایرانی این که پدر رو نمیکشن، این پدر یعنی ازل، یعنی نگاه ایرانی نگاه دینی بوده و نگاه یونانی نگاه دینی نبوده، انتزاعی بوده. در نگاه دینی ازل وجود داره، در نگاه بسا یونانی انتزاع وجود داره، یعنی مسلها از زمین میرن تو آسمون، ولی در نگاه ایرانی فر از آسمون میاد تو زمین. و بنابراین میبینید که ایرج و سلم و تور همه بچه های فریدون هم. یکیشون خلف در میاد، ایرج تو ایران مونه، دو تاش با خلف در میاد. اول مسئله انتقامشون، حتی این نگاه خیلی جالب، این وقت این هم نگاهیه که در زرتشتی وجود داره. من اینو خلفه میره، بله این خلفه میره سراغ ناخلفه و بعد ناخلفه کشته میشه تو در نگاه فردوسی ناخلف، ولی هدف کشتن نیست، این یونینا که با خانواده شکل میگیره، بله هم پارچگی، یعنی مفهوم هم پارچگی شکل میگه، نه وحدت، بله هم پارچگی، اینتگریتی، هم پارچگی. ما زبان امروزمون گرفتارمون کرده تحت تاثیر عربی، میگیم وحدت، داره که وحدت نیست، هم پارچگیه. یعنی ببینید حالا قرآنش میگه انا لله و انا الیه راجعون، شما میبینید که در این نگاه فردوسی، حالا زرتشت هم همینطوره، از یه وحدتی اومده به کثرت میرسه، با دوره ریونین میشه. نگاه اینه که من یه فوتنوت راجع به، خیلی ممنون حسین. ببین یه مسئله اینه، چه اینجوری بهش نگاه کنیم، چه فرهنگی است، چه چیزی راجع به جامعه ما میگه. وقتی که مسئله یک، دو یا چند واسش مطرح میشه، چرا این مسئله اصلا مطرح میشه، جوابو بذاریم کنار، که ما چگونه به این پرسش پاسخ میدیم، پرسشو متوجه بشین، چه نوع ساختار فکری هست که خلقت، تولد، مرگ، ابدیت براش پرابلمه. پرابلم به یونانی یعنی that which we face, that which is present itself. اینی که ما رو نشون میده چه نوع، چه چیزی راجع به انسان و جامعه انسانی میگه، وقتی ما این گونه پرسش های مطرح میکنیم که ما از کجا اومدیم، کی ما رو خلق کرده، ما یه نفر خلق شدیم یا از با یونین دو نفر خلق شدیم، و بعد اون مسئله رو مطرح میکنه. بنابراین این میتونه برگرده حتی به خدا، آیا خدا اگر با همین منطق بری، چون میبینه که در حالت طبیعی یونیون مرد و زن هست که فرزند رو به وجود میاره، یعنی دوتایی شده، خب بعد تو ذهنش میگه خب پس چرا این نشده. من صحبتم اینه که شما اگه در زیر، دوباره بگم، در زیر بنای اسطوره، روایت و داستان ها یک چیزی نهفته که اون پرسش ها
یونیورساله، یعنی همگانی است. این مطرح میشه. جوابی که به اون میدیم ممکنه متفاوت باشه، اما این پرسش مطرح میشه. یعنی به خاطر که انسان شناسی رو مطرح کنیم اینا مطرح میشه. تشابه دیگه هم داره، اینترکانکتیویتی. بله کاملا و طبیعت رو باهاش زندگی میکنه. بله. اونی که فرمودی میتونست قاتل ما باشه. بله. بزرگ میکنه این اینترکانکتیویتی، یعنی در هر صورت حتی اگه ما رو بکشه یه کانکشنیه که بعداً به تولید یه چیز دیگه منجر میشه. حتی your strength، یعنی این باز توی چیزم هست و این خیلی جالبه. اینو حسین، این یکی خیلی جالبه. Your strength becomes your weakness. اونی که تو قدرتت هست باعث ضعفت میشه. شما میبینین رستم نمیتونه راه بره، یا مثلا اسفندیار، یا حتی سهراب، یا حتی باز رستم وقتی میاد بهش میگه که آقا بیا برو کمک، مردم به تو احتیاج دارن، وقتی قرار بری سهراب نابود کنی، میگه که نه من این شهر دوست ندارم، اینا این کار درست نکردم، من نمیکنم. بعد میگه که بابا فکر کنی مردم چی میگن، مردم میگن این ترسید. یا غروری که اجازه نمیده بگه که کیه، یعنی باز strength and weaknesset ضعفت میشه. و اینو باز ما میبینیم، یعنی همون که تو بدنت، یعنی این همون مسئله که مطرح کردین، این جزء ساختار فکر میشه. من مسئله که دلم میخواد، البته میگم چون وقت نبود، الان میخنده منو چر به من، ولی چون وقت نبود من این رو وارد بحث پست مدرن نمیخوام بشم، چون پست مدرن از یه طرف اینو رد میکنه، میگه هم چیزی نیست که شما یه چشمش از نظر سمیولوژی، یعنی در حقیقت ساین و وقتاً ویتکنشتن آنالیتیک فیلسوفی مطرح کردیم. متاسفانه یا خوشبخت، من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی خوشبختانه یکی به نام فوکو که هم پست مدرنه و هم استرولوژیست ها میگن این از ماست. چرا؟ چون متد همونه، میاد نگاه میکنه ببینه اینا چجوری به اونجور. من فقط حسین یه چیزی گفت کاملا درست، ولی من وارد اون نمیخواستم بشم که ببینیم اگر به روایت یا به ساختار زبان و به ساختار اسطوره نگاه کنین، زیر این ساختار، یعنی نمادش رو نگاه کنین و زیرش رو در حقیقت بیابین، این یه چیز رو به ما نشون میده، یعنی اونی که ناخودآگاهه میاد آگاه میشیم. وقتی آگاه شدیم میفهمیم، من هدفم این بود که چگونه با این آدر ما در زندگی خودمون و در جامعه خودمون میتونیم دیل کنیم، چه کسی خودیست چه کسی غیر خودی، تهمینه، مهراب، رودابه، چه کسی، شقا، چه جوری این خودی میشه، چه جوری غیر خودی میشه. و مسئله مو نماد آدره، موی سفید نماد آدرنس رو نشون میده که من اینو قبول کنم یا قبول نکنم. دلیلی نداره تو پسرت از خودت برونی بکشیش. این مسئله رو من میخواستم متوجه این موضوع کنم که این داستان ها، این اسطوره ها، این روایت ها هدفمندن، ولی این هدفی که دارن مطرح کردن اوناست. خیلی ممنون. مثلا یه سوالی در کنار اگر عوض میخوام اگر کسی دیگه سوال داره اول بکنم برسونم. خیلی ببخشید، کسی دیگه سوال داره؟ یه کسی اونجایی که از خانوما دستش بالا بود، من آه بعد از شما سوال. این مسئله خالق که شما گفتید توی این دو تا دیدگاه ها یکم دیگه فقط داره، چون بعضی ها میگن خالق و یه خالق دیگه داشته باشه، چرا بسیار بس خوبه. این لوی استراوس، کلاود لوی استراوس میگه تمامه، میگه من تعبیر فروید رو قبول ندارم، میگه این داستان ادیپس یه چیزی رو نشون میده که جامعه یونان داره با خودش کرنجار میره که آیا خلقت و خلقت انسان از یک چیز به وجود آمده یا از دو چیز. چرا؟ چون ما ببین ما طبیعت رو تو چیستانای هم سفینکس هم زال، طبیعت راهنما، راهگشای کار ماست. میگیم درخت، آفتاب، یعنی ارگانیک گروث. ولی وقتی میرسه به انسان به یه مسئله برمیخوریم، آیا انسان پدیده یک المنت هست یا دو المنت خلقتش رو به وجود آورده. کانتراری، برخلاف حالت طبیعی خودمون که مادر و پدر رو میبینیم که با همخوابگی به یک مولود یک چیزی رو تولید میکنن، مسئله پیش میاد که پس این خلاف طبیعت اگه ما قبول کنیم که یه چیزی خود رو اومده. ولی در همون موقع هم درخت رو میبینیم یا ویجیتیشن رو میبینیم که خود یه چیز درستش میکنه. یعنی این تناقض رو باید حل کنیم که آیا انسان یا بعد خود آفرینش یکیست یا چند تاست یا دوتاست، مسئله میشه.
کلاود لوی استراوس میگه که این نشود. بعد جالبه، لوی استراوس میره تو برزیل تمام اسطوره اینا رو نگاه میکنه، میبینه این همینه. باز میگه، البته این میگم راهگشا این کار بوده، من یه قدم دارم از اون میرم یه چیز دیگه میگم. میگن علاوه بر این مسئله خلقت نیست، این مسئله آدره، که چون اگه نگاه کنین تمام اخلاقیات یا اونی که ما اتیکس یا مورالیتی میگیم معناش رو موقعی پیدا میکنه که you have to deal with the other. How to deal with the other. How to deal with the other. یعنی یک کسی باید باشه که من بهش دروغ بگم، یک کسی باید باشه که من بکشمش، یکی باید باشه که من مجروحش کنم، یک کسی باشه که من بهش تهمت بزنم. It's the other. یعنی زندگی ما اینو تعیین میکنه. یعنی واقعا وقتی نگاه میکنین رستم کیست؟ رستم کسی است که از هفت خان گذشته، رستم کسی است که جوان مردی نشون داده. خودش میگه من کسی ام که کاووس، تو وقتی رفتی چشمات کور شد من نجات دادم، تو وقتی رفتی هوا افتادی مردی من رفتم آوردمت. یعنی همه اینا رو میگه من اونم. اما روش زندگی و مورال، how to deal with the other، میشه اونی که ما رو تعریف میکنه. یعنی نهایتاً مسئله اینه، نهایتاً سوال آفرینش یا خلقت رو تو نمیتونی جواب بدی. بالاخره فردوسی میگه چنان دان، اینم به خاطر ماهای شیرازی، چنان داست که داد است و بیداد نیست، چو داد آمده است جای فریاد نیست. یعنی میگه این مرگ حقه، وقتی اگر حق داده جای بیداد نیست، چون دادگان نکن. و اینو ما باید قبول کنیم. اما این میشه مسئله، مخصوصا زمان فردوسی و قبلش، چون بایستی با این دیل کنین. شما حتی توران یا تازیان یا ایرانیان یا حتی شهرهای متفاوت و قدرت هم یه چیزی که باز تو این وجود داره، یعنی جز این ساختار هست، ولی چگونه ما باش دیل میکنیم؟ واحد رو قبول کردیم. ببینین این نمودار خود یونان هم هست، بوت، اینم باز کوایت تلینگ، اینم باز به اونجا. سیندخت میگه که ما یه آینیم، یه خدا رو قبول داریم، فقط شما قبلتون آفتابه، قبلتون آفتابه، ما قبلمون بوته. ببینین بوتا و خدایان یونان چندگانه بودن، اینا کثرت شده یه واحد، بالاخره اومدن گفتن یکی شده. ما بهش گفتیم خدا، پلیتو بهش گفته the good. That's absolute. توی این تاریخ دنیا یه او عدس دادین وست، این شده گاد، یعنی شده مظهر اون، یعنی شده کثرت در یکی، همه خوبی ها اومده تو این. یعنی این مسئله آدره که ما باوشتی کنیم و مسئله چندیه، کثرت در توحید، توحید در کثرت. اینو با من نمیگم کدومش درسته، من میگم that's a problem for us. ما باید با این دیل کنیم. بفرمایید. کسایی که تو ژنتیک کار میکنن پیش بینی کردن که احتمالا تا سال 2040 با شناخت مثلا ژن مرگ و ژن خوبی و ساختار ژنتیکی که نبوده اطلاعات زیادی رفت بودن میتونن مرگ را کنترل کنن. پیش بینی کردن که در آینده ژنتیک میتونه مثلا فرض کنید مزرعه هایی از مثلا فرض کنید که برای تجویز یه قلب یا شش یا نمیدونم یا تفاهم که بیاد بکنید هر کس هر چیز بخواد بره سفارش بده و تعمیه بکنه، در چنین ساختاری که مرد یواش یواش کنترل میشه، اون وقت این سوال های اساسی که تا حالا برای بشر حساس بوده کلا کنترل میشه، عوض میشه، عوض میشه. یعنی ببینین جامعه ویکتوریان انگلند، چون مسئله سکس و حجاب واسش مهم بوده، فروید تئوری سکس رو و اید و ایگو سوپر ایگو رو مطرح میکنه. اگر جامعه ما داشتیم که آب واسش مسئله بود، یعنی آب کم بود، من مطمئنم اسطوره هایی به وجود میمد که راجع به کمبود آب صحبت میکرد. بنابراین وقتی که مسئله مرگ رو از شما رو میز برداشتین، ممکنه مسئله پیری و سوشال سیکیوریتی که پول زندگی ما رو کی میده بعد اون موقع ما کجا اون راجع به اون اسطوره میسازیم. یعنی این باز خودش گویای اون میشه، مثل آبرو زنده باد، مثل مشکل آبرو. و این باز مطرح میشه که این واسه ما مشکل میشه. آره ببین مثلا زنده باد، مثلا توی چند سال پیش فرانسوی ها سن بازنشستگی اون 60ه،
آردی کار نمیکنن، حالا دیگه 60 هم کرده بودنش، یه ما هم که میرن وکیشن اینو کردن 62. یادتون میاد زمان سارکوزی the entire hell broke loose، یعنی تمام همه کارشون گوشه میکردن. آقا جون یعنی اینو میگم اسطوره هایی خواهند ساخت راجع به این سوشال سیکیوریتی. شما الان شما به من بگین، الان شما به من بگین توی آمریکا اگر مثال میزنم بر فرض مسئله دگرباشی یا همجنس گراهی یه جورایی حل شده باشه، 2500 سال قبل در یونان این حل شده بوده، اما شما بر میگردین دوباره به یه جایی که دوباره اینو مطرح میکنین. چرا؟ چون ما پدیده روابطی هستیم که داریم، این در حقیقت ثابت میکنه این ساختار رو، نه نفی. میشه من یه چیز داده بدم؟ صد در صد. پس کلام آخر رو بفرمایید. من تصورم اینه که به خاطر اینکه تعبیر دینی غیر دینی به وجود نیافت، چون جامعه ما دوچار تفرقه است، ما میگه دینی هستیم میگه برو، ما میزه غیر دینی و این عادر خیلی وحشتناک تو ایران. من اسمش حالا اخیراً گذاشتم رسوبات پنداری. یه رسوباتی رو ذهن هست، این رسوبات ممکنه با واقعیت ها برخورد کنه، تعدیل بشه. این رسوبات رزیجوها، این رزیجوهای ایرانی با رزیجوهای یونانی با هم تفاوت دارن تو که ایشون مطرح کرد. اون رزیجوی ایرانی این از وحدت شروع میکنه، میرسه به کثرت، میرسه به چی؟ دوباره وحدت، اینتگریتی. ولی رزیجوی بسا یونانی با کثرت اگر به وحدت برسه باز به کثرت میرسه. این شما دقت بفرمایید، این ریونین ها در اونجا نیست، در داستان بسا اودیپ نیست. این تفاوت بسا مال رزیجوهای ذهنی ما نمیدونیم کدومش درسته کدوم غلطه. البته هر کدوم به چیز میم حقیقت هست و حقیقت نیست. که این رزیجوهای پس ذهن ما حالا بخوایم فرویدی صحبت کنیم، فروید اومده اون رزیجوها رو فقطاً البته کان صحبت میکنه از ما تقدم میکنه، ما پیشینی پس این حالا اینا میان یه سیستمش میکنه فروید و بعد پست مدرن ها میان میگن که آقا این پس ذهن ها پیدا رو اون چیزی که من گفتم واشکافی و مسئله دقت فای تبارشناسی، ایشون میخواست باز کنه با این نگاهی که آرام کرد به موضوع مسئله فردوسی نگاه دیگه میشه. چون ما هرچی نگاه داشتیم تا حالا سنتی بوده. بله. الان ایشون داره میگه که پس ذهن فردوسی ببینید چیه؟ ایشون هم اسطوره براش مهم بوده، اونجا تو یونان هم اسطوره براش مهم بوده. ولی راه حلی رو که فردوسی میده ببینید، از ازل میاد، میاد به حال و میره سراغ ابد. ازل و ابد یکیه. یعنی وحدته. وسطش کثرته. در حالی که مال یونان نه، کثرت هم در زمین هم در آسمان و اونجاست اودیپ میره. دقیقه این رو ایشون میخواست مطرح بکنه و خب حالا خیلی سخته تو ایران موقع که بین ایرانی میخوای صحبت بکنی هر چی بگی یه چیزی هست. نه خب اینم چون چند تا حسین این چون چند تاست قربونه برم. بسیار عالی، خیلی متشکر از همه. مرسی.